لطافت و مهربانی بر تمامی شما وطنداران خوب و نازنینم که در سر تا سر جهان بیننده طلوع هستید. شبتان بخیر و خوش آمدید به هیت لحظه به لحظه و برنامه خودتان با دوست بسیار کوچکتان، با دوست مهربانتان که همیشه میخواهید که در لبای شما لبخند باشه و از دل خوشحال باشید. باز هم شبتان بخیر و تشکر از اینکه بیننده هیت لحظه به لحظه هستین. باز هم به مدت یک ساعت مهمان خانه های شما نازنینا هستم و امید که در این یک ساعت از دیدن برنامه ما لذت ببرین، کیف بکنین و همچنان بیننده ما باشین که دو عزیزه که قرار است امشب در برنامه در کنار ما باشن، بازی ها را چطور پیش میبرن و کدام پول قرار است که بدست بیارن. ببینیم که مثل اشتراک کننده های قبلی ما پول کم بدست میارن یا ای که میتونن و قادر به ای هستن که پول زیاد بدست بیارن. ما خو میخوایم که اشتراک کننده هایم با پول زیاد از جبره، با پول باشه که حداقل جیبایشون اخو یکم گرنگ بسازه. اگر شما هم میخواین که اینجا بیاین و جیب هایتون گرنگ شوه و با جیب های پر از استدیوی ما برین، از پیش ما برین، مرخص شوین، باز به 456 تماس گرفته کلید 1626 فشار بدین و یا هم از طریق شماره های واتساپ که بر روی صفحه تلویزیونتون میبینین میشه که راحت با ما به تماس شوین و بیاین بخیر به هیت لحظه به لحظه، به جایی که پول به شما تعلق میگیره، به جایی که شما باید استعدادتون رو برنامه نشان بدین. اما کار آسان نیست، پس به همین خاطر ما به شما سه شانس میدیم. بازی هایی است که با وسایل خانه انجام میشه، بازی های ساده است اما چالشی و شاید شما تمرین نکرده باشین ولی در خانه هایتان میشه که راحت با استفاده از وسایلی که در خانه تان دارین، وسایل بسیار ساده، وسایل ابتدایی، بازی را تمرین بکنین و بیاین بخیر پول با خود ببرین به خانه و همچنان از دور میشه که با عزیزایتان در ارتباط شوین و همچنان یک محبت و یک مهر از رای دور به اونا تقدیم بکنین. یکی 100,000 در کجا است؟ ایره خو ما و اتاق فرمان میفهمین. بیاین که شما بفهمین که کدام پولا در برنامه ما است و همچنان 100,000 که پول بزرگ ما است در کجا قرار داره. ایره نردبان بر ما نشان میده. 1,000، 2,500، 5,000، 7,000، 10,000، 25,000، 40,000، 50,000، 75,000 و بالاخره 100,000 افغانی. 100,000 که بزرگترین جایزه ماست. 100,000 که پول کمی نیست و به همین خاطر به دست آوردنش هم کار سخت و دشوار است. به همین خاطر تا حال اشتراک کننده ای را نداشتیم که آمده باشن و این پول بزرگ به دست آورده باشن. ولی امشب کسایی را ما داریم که بسیار با استعداد هستند. کسایی هستند که عمر خود در خدمت به سینما، در خدمت به تئاتر و همچنان به خاطر سرگرمی شما مردم عزیز عمر خود، یعنی به عمرشان بیشتر شده و همیشه خدمت کردن بر مردم ما، امروز خواسته که با پسر خود بیایه به هیت لحظه به لحظه، بیایه که شانس خود آزمایش بکنه، بیایه که توانایی و انرژی که در این سن داره او را بر ما به نمایش بگذاره و همچنان پول به دست بیاره. اما ای که چی رقم بازی میکنن دیگه او را ما هم نمیفهمم، چی رقم تمرین کردن او را هم نمیفهمم. ای که میخواد تقدیم شما عزیزا چی را بکنه، کدام نمایش داره، کدام تمثیل داره، کدام تنز داره یا فکایی داره، او را هم نمیفهمم. پس میریم و تمامش از خودشان خواهد شنیدیم. به افتخار حاجی جمشید اسکرزاده و پسرش مصطفی اسکرزاده، یک کف محکم، کف محکم. بله سلام بر حاجی سلام. خوب هستی؟ بخیر آمدیم جان عزیز. چیو داری؟ خوب هستی؟ بخیر. بسیار زیاد خوش آمدین هر دویتان. خوش باشین. سلامت به خانه ایتان. قربان شما. سلامت باشین. یک سلام به شما با کامرامنای نازنین ما، دایرکتر بسیار عزیز ما که برای ثبت نشستن، همکارای ما که در این برنامه سم دارن، همکاری میکنن و مهمانان بسیار عزیز ما که اینجا تشریف آوردن. سلام خاص بر تک تکتون و بیننده‌های عزیزی که عمل همه ما را در داخل و خارج کشور تماشا می‌کنند. بله بله. سلام عرشان. لطفاً مرا معاف کنید. اگر امیر میگفتین هم مسلکات تمام دوستا را شامل می‌ساختین در یک کلام. خیر سر. بازم خوب کردین که مختص تمام شنام گرفتین این قسمی مهرتان بیشتر بر شما. قربان شما. لطفاً مرا معاف کنید. عزیز سلام بر خودت. سلام خوش باشی مصطفی جان. سلام بر خودت، بر حاضرین در تالار، تمام کسایی که ما را از طریق تلویزیون جهانی طلوع بیننده هستن و امید است که صحت سلامت باشن. ماشاءالله هر دویتان پدر و پسر همه تو شاد هستین، همه تو پسر حال با انرژی. چی خوردین پیش از برنامه؟ خداوند شما رو شاد داشته باشه. زنده و سلامت باشین. شما هم نمایش نویس هستین، هم طنز نویس هستن، هم ممثله بسیار خوب هستن. خواهش میکنم. و کارهایشان هم مطمئن هستم که شما سالهای سال در رسانه ها تعقیب کردین و در فیلم ها هم دیدینشان. در هیچ فیلم که ندیده باشین، در فیلم میرک حتما دیدینشان.
اما چطور میگه بود؟ اینا مت گپ است. چطور میگه؟ میگه باز فامیلی که است. باز فامیلی که است دیگه. باز فامیلی که است. باز فامیلی که است کدام دونه فکوی فعلا است؟ اگر از فکوی شروع کنیم خود نشه که خدا نخواسته برنامه تون دیگه طرف نه. دیگه طرف نمیره. من میخوام که دمی اول کلاگی را دل درد بسازیم با خنده. خب یه توکل ما به خدا امیدوار هستم که مورد پسند دوست دارایم که عمل میخواین تماشا کنن برنامه زیبای شما را قرار بگیره. میگه که یک معتاد بود مدتی که کد دوستای خود شیشته بود، گفت من میرم والا یک دوستای رو خانه بیادر. میفهمین که من کد خانه برم باز دیگه دود کده نمیتونم، نه سگرت کشیده میتونم، میشه دیگه وقفه است، بله، نه چرس کشیده میتونم، نه مواد مخدر خلاصه کشیده نمیتونم. یکی دو روز که در خانه بود بسیار خلقش تنگ شد، حیران مون که چی کنه. یک کتاب پیدا کرد، کتاب مطالعه کرد، یک روز دو روز سه روز خلقش بسیار تنگ شد، خلاصه کتاب تا آخر خواند و عمیق در داخل از این محوطه و محتوای این کتاب داخل شد، غرق کتاب، غرق کتاب شد. وقتی کتاب خلاص شد قاتش کرد، یک ماچ کرد مونده شد. یک چند روز تیر شد، وقتی که رفت میشه رفیقای خود گفت که رفیقایش پرسون که چی کردی؟ گفت والا دمی چند روزه که من در خانه بودم بیادر، خلقم بسیار تنگ شد، از شما و از مواد دور بودم، یک کتاب مطالعه کردم. گفت در کتاب چی خوندی؟ گفت بسیار یک مطلب جالب پیدا کردم. گفت در کتاب نوشته بود که مواد مخدر اینقدر مضر است، اینقدر ضرر داره که انسان به تباهی میکشانه، انسان برباد میکنه، انسان خراب میکنه، بالاخره انسان از بین میبره. بین گفت ما شما آلیم سر واده است، ترک میکنیم؟ نه، امیلیم گفت سر واده است. شما گفت حقتون در کار پرتین، خوب درک کنین، خوب توجه کنین، ببینین که ما براتون چی میگم. گفت بگو چی میگی؟ گفت ازی بابا دیگه کتاب مطالعه نه. معتاد هم میمانیم که کتاب درست مطالعه کرد یا نکرد، ما میریم بخیر به طرف پول. سلامت، انشاءالله ما در خدمت هستیم، خواهش میکنم. قربانتان سلامت باشین. میریم دوستان به طرف درخت پول ما و ببینیم اولین پول که بر جناب عسکرزاده پیشنهاد میشه کدام پول است. 1000 افغانی که برشی 1000 افغانی کدام بازی پیشنهاد میشه از طرف اتاق فرمان، او را در نمای کوچک ما میبینیم. پرتاب سرپوش، در این بازی اشتراک کننده باید سر بوترین نوشیدنی را که در لبه میز گذاشته شده اند را با انگشتش در داخل گیلاسی که روی میز قرار دارد بیاندازد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. تا 3 2 1. جان زمان شما آغاز میشه. و بله مرتضای پاتنشی، مرتضای ورزشکار تشویق نداره. بله و تمام و تمام. چند دفعه گرفتی پیش از آمدن به برنامه؟ خیلی گرفتیم، بسیار زیاد. چند دفعه؟ چند دفعه دست پایش ماچ کردی؟ شوخی میکنم. دمید دگید. خب آماده هستین بخیر بریم به طرف هزار دفعه ما داخل بحث را ادامه میتیم. توکل به خدا. و نمایش نامای شما، فیلمای شما ماشاءالله قدر زیاد است که من هر قدر گپ بزنم این یک ساعت برنامه دیگه هیچ کفایت نمیکنه. دوستو باید یک برنامه 3-4 ساعته باشه که کم کم درباره هر کدامش حرف بزنیم. خواهش میکنم داخل. بریم به طرف نردبانی و درخت پول ما و ببینیم پول بعدی که قرار است پیشنهاد شوه کدام پول است. 2500 افغانی. 2500. و اما مطمئن هستم که شما هم پشت 100000 آمدین و خدا کنه که این پول بزرگ به دست بیارین. و پدر و پسر اولین اشتراک کننده های هیت لحظه بلحظه باشن که جایزه بزرگ ما را به دست میارن. ای که برزش 2500 کدام بازی پیشنهاد میشه از طرف اتاق فرمان، ای را در نمایه های کوچک ما بیننده میباشیم. گیره، شما با توپ های پینگ پانگ و رها کردن آنها بر روی میز به سمت گیره ها می توانید خود را به پیروزی در این مرحله نزدیک سازید. اگر توپ پینگ پانگ دقیقا در میان گیره قرار گیرد، در بازی پیروز خواهید شد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید.
ورزش 2500 افغانی بازی گیره پیشنهاد شده و ای که پدر یا پسر میخواهی بازی را پیش بره ایره تا حال ما هم نمیفهمم. بیاین که از خودشان پرسان بکنیم. کدامتان میخواهین که بازی را پیش برین؟ بازم پیش میبرم. بچه را دیگه بخاطر که ورزشکار است بچه انرژی تازه است، انرژی جوان است، باید که بازی ها را خودت پیش بری، باید دستیار پدر شوی. بله. تشکر میکنم از حامیان مالی هیت لحظه برزه. جوس پارادایس تازگی قلب و قوت زندگی است. با نوشیدن پارادایس لذت را احساس کنید. من پارادایس براتون نگاه میکنم. وقتی که بازی را بخیر برنده شدی برات میتونم که گلون تا تازه بکنی. آماده هستی بر انجام بازی؟ آه بله. پس دوستان ما هم میریم بخیر به طرف شمارش معکوس و 60 ثانیه زمان برشان میتیم، زمانی که ارزشمند است و ببینیم که در این 60 ثانیه بازی را قرار است چطور انجام بدن. شمارش معکوس. بازی آغاز میشود. 3 2 1. مرتضی زمان خودت آغاز شد. 60 ثانیه و باید که بله اولین توپ در اولین گیره، دومی و سومی. کف ندارم. بدون شک که کف داشت، اما دعاهای پیش از آمدن به برنامه قطعا که تاثیر کرد. تو باش بدر من جایزی تا بکشم از این برنامه. تشکر. یکان دم دعا مارم بکنید. بسیار خوب دعایتان میچسب. فعلا مصروف چی کارو بارستین اسکرزاده صاحب؟ در اداره نمایشنامه رادیو تلویزیون ملی یک برنامه دارم به نام آینه زندگی. بسیار خوب. مصرف ساختن امو برنامه استم و میفهمین که برنامه به تنهایی هیچ واده ساخته نمیشه تا دست به دست هم نتیم. همکاری نباشه. همکاری. اول از کامرمن نازنینم هزار سپاس میکنم. دوم از همکارای نازنینم که اونا هستن که ما هستم. اگر اونا در پالی ما نباشن، ما به تنهاییم هیچ واده، من نمیگم که ما برنامه ساز بودیم. کار تیمی و کار گروپی از درکار. بله. بدون شک. اونا نمایش تهیه میکنم، در خدمتشان میمونم، مشق میکنن، تمرین میکنن، بعدش باز برای سب حاضر میشن، باز کمره را پلان میکنم. سب. بسیار خوب. تا فعلا چند فیلم و چند نمایشنامه داشتین؟ نمایشنامه خود شاید از حساب پس پیش ما مثلا چند دانه رفته باشه. شاید زیادتر از 100 دانه، شاید بیشتر از 300 نمایش. بیشتر از 300 نمایش در رادیو کار کرده باشم و شاید در بیش از 300 نمایش در تلویزیون نقش بازی کرده باشم. بسیار خوب. و شاید در بیش از 80 یا کم و بیش اضافه تر 80-84 نمایش نامه تحریر کرده باشم. شاید در بیش از ده تئاتر تلویزیونی نقش ایفا کردیم که تمام این گپایی را که میزنم نزد موجود است، تکسایش هم نزد موجود است. با ثبوت امرای مذبو خلاصه. هیچ کس ادعا کرده نمیتونه. دوستای عزیز سلامت باشید. ما قصه های ما زیاد است دیگه، میگن که بس فامیلی که هست ما هستیم، شما هم باشین. بعد از وقفه بیننده ما باشین. سلامت. بیننده عزیز باز هم شبتان بخیر. شما بیننده هیت لحظه به لحظه هستین و میرا جان با خود داریم از سریال میرک، سریالی که من مطمئن هستم شما حتما دیدینش و با شخصیت های این سریال مشهور آشنایی دارین. و همچنان تشکر میکنم از حامیان مالی هیت لحظه به لحظه. انرژی هیت سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست دهید. درباره میرا جان، کاکا دلبر، جانور ما بگو، درباره شخصیت هایشان در سریال میرک. یک زمان سال 1381 اداره فیلم های داستانی و مستند تلویزیون ملی یک سریال روی کار گرفتن به نام میرک. بسیار خوب. که نقش مرکزی و سریال محترم عبدالحمید خاکسار که نقش میرک بازی کرد به عهده داشت و یک 4 نفر دیگه که همراهش بود که همیشه ایره بازی میدادن به نام چارتکا. خب اما چارتکای خطرناک. اولش فقیر قوی دل بود که حال فوت کرده، خداوند مغفرتش کنه، به نام کاکا دلبر. و دومش حاجی نبی تنها بود که امروز در بین ما نیست، به نام جانو. سومش خودم بودم، حاجی جمشید اسکرزاده نام دارم، نقش میرا جان بازی کردم. و چهارمش داوود طوفان بود که حال هم از هنر یک کمک فاصله گرفته، هر جای باشه
احترام ما برش برسه و ما این سریال که مدیر عمومیش آجی اسماعیل آژیر نام داشت با کمک از او ما برای ثبتش رفتیم و او را ثبت کرد. بله، در اون وقت نگفته نمانه که در هر کوچه چهارتکا و سیتکا که بود باز یک دانه میرک هم پیدا شده، یکی میراجان هم پیدا شد، جانو هم پیدا شد، در بین مردم بسیار عام شده بود. دوستای عزیز باز در جانش هم زدین بالاخره فکر کنم؟ در جان زدیم، همیشه ما میگفتیم که فکرت باشه که اینمی میرک ای گوسپند نیست، این سگ است که تو میبری. هرچی میگفت برادر اینی گوسپند است، این سگ که چشم داره، گوش داره، دان داره، نمیگفتیم ای گوسپند نیست، این سگ است، تو را مادرت بازی داده، تو ساده هستی، این سگ است. تا بالاخره ای را ما برای کلگی فهماندیم که بگویه که این سگ است، تا این وادار به این شد که گوسپند ایلا بته. وقتی که ایلا داد ما چارتکا بازی گوسپند را گرفتیم، با این هم بردیم فروختیم. فروختیم یا خوردیم؟ جالبتر از او بعدش باز یک سه چهار روز بعد که آدم خبر شد که اینا در جان ما زدن این چارتکا، باز روز دیگه سگ گرفته آورد. سگ گرفته خود سگ هم دخواه خود دیگه دفعه سگ گرفته آورد. گفته میره یک سگ کجا میبری؟ گفت سگ چی میکنه؟ چرا؟ گفت اینقدر فامیده هست که نمیل اگر ما بگویم که نده خانه میمان دارم، این خودش میره خانه را آور میتن. کمال داره این سگ؟ تو چی میگی؟ گفت بسا کمال داره. گفت نه اگر دروغ میگم این سگ کنیم. برو بچه هم گفت در خانه بگو که امروز چارتکا میمانم است. ایره ایلا کسیم سگ گفت بچه هم ما سعیل کردیم که سگ رفت نمتر. وقتی که رفت نگو که در پشت پرده دیگه کس بوده، سگ گرفته در خانه اول کده که شروع کنی. صبح که رفتیم محکم گرفتیم که هر رقم میشه این سگ با ما بفروش. او برادر سگ جان شما زد والا که این سگ با بسا پیسه گذاب سر ما سودا کرد. باز ما گوش سگ گرفته میاوردیم این رقم نشان میدادیم که هر کدوم ما او سگ فکرت باشه که اونو خانه میراجان است. باز جانو گوش گرفته میاورد که او سگ فکرت باشه که اونو خانه جانوست. باز کاکا دلبر گوش گرفت خانه خدا برش نشان داد، خانه خدا برش نشان میداد، پیسه گذاب ما رو گرفت. یک وقت سگ دیدیم که یک سگ دیدو برا محصد بیچاره سگ بیچاره هم ایران بول کمک گوشان نستم یا سگ است. سگ باز گوش درد ساختین مقصد با این کش کردن گوشش طرف های گوش هم کشیدین باز باز خب خیر به هر حال قصه این گوسفند سگ کنار بانیم. کدام اثر پدرت بسیار خوشت میاد و میخوای تکرار و تکرار ببینیش؟ امی اثر میرک هست که میاله تمثیل کردم. تو هم طرف میرک رفت؟ بله تنها دوست دارم سعی کنم پیشترم گفتم. خب فقط بیننده خوب هستی؟ بیننده هستم. بله. باز چند پسر داریم؟ سه تا اولاد دارم مال خدا. بچه کلانم فارماسیست است، 6 سال است که در یک دواخانه کار میکنه، از پانزده فارماسی پانتون کابل خلاص شده. اولاد دومم دختر است، الحمدلله شکر سپاسگزار هستم، از پانزده حقوق خلاص شده ماشاءالله. و سیومش هم اینمیست که مصطفی جان است، بچه مرتضی جان معذرت میخوام، بچه پاسکورکی که پیشتر گفتی باره. بچه آخری است، دوست داشتنی است، نازدانه است، ولیکن در پولیش کاریگر است، خوب عکاس بسیار خوب است، در کامپیوتر خیلی دسترسی داره. سپاسگزار از این هستم که همه کار خانه ما سر از این است پیش میبره. باز همی عکس سیاسفید خود گرفتم میتونی بسیار خوب. پس دوستای عزیز ما هم عکس سیاسفید در جایش میبینیم برای فعلا و میریم بخیر به طرف نردبان ما که پول و بدی رو معرفی کنن. 5000 افغانی 5000 کف نداره؟ ایز رو تا نمیشه با پول کف بزنیم. چرا؟ والا اگر کف زدن کدام چیز خوب باشه خب ما هم کف میزنم پروا ندارم. خب بخاطر که خودتان دل بگیرین و بیا بگیرین. ما برای از این آمدیم که ببریم یا ببازیم. اول خب به دیدن دوستای بسیار عزیزم آمدیم، ثانیا امروز که ما در اینجا هستیم شاید میلیون ها نفر ما رو تماشا کنن. خرسند هستیم که اونا خوش باشن، فقط به خاطر بهبود و خوشی از اونا ما اینجا هستیم. این برد و باخت چی معنا داره؟ در زندگی خود آدم بسیار چیزها را میبره و میبازه. این یک گپ بسیار ساده است،
ما خوش هستیم که شما خوش باشین، همی دوستای ما که همیجا هستن خوش باشن، شما زنده سلامت باشین، کامرمنای عزیز ما امروز خوش باشن، یک ساعت بخندیم، خنده کنیم. اگر شما با کف زدن ما ارزشش بیشتر است، ما میشه چک چک میکنیم. قربانتان، زنده سلامت باشین. بخیر بالا رفت با چک چک میکنیم. درست از پولای کم چاریشو نمیشه دوستا. میریم بله. میریم میبینیم که برش 5000 افغانی قرار است کدام بازی به فامیل اسکرزاده پیشنهاد شود. آفتاپوس در این بازی اشتراک کننده باید رمان‌های قرار گرفته در زیر هر بوتل را طور از فاصله 12 فوتی کش کند که بوتل روی آن نیفتد. این کار باید برای 3 بار تکرار گردد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می‌شود. صاحب زمان خودت آغاز شد، بیا بخیر. از این میشه شروع بکو و سه دانه از این بوتلا باید که شما میتونین. نشد اولی، دوستا تشویقش کنین، تنها ماندینش. دومی هم نشد، مرتضی برش جور کو، برش جور کو. سه دانه باید که استاد دانه، سومی هم نمیشه و سه دانه از این بوتلا محکمتر. نشد، ادامه بتی. 40 ثانیه زمان، اولی و با مشکل استاد میشه. نشد، ادامه بدیم. مرتضی عجله بکو، مرتضی عجله بکو. ببینیم که حاجی صاحب اسکرزاده چی میکنه. و دومی، فقط یک بوتل دیگه، کمه به احتیاط حاجی صاحب. برو برو طرف دیگه، برو. مرتضی عجله بکو که زمان کم شده میره. و بالاخره سومی. بله، بسیار مقبول. بازی را با هیجان بسیار بلند شما انجام دادین و بفرمایین در جایتان. کارتان خوب بود، رساندینش دیگه تا ثانیه های آخر، رساندینش. دل ما دوگ میکرد که بخیر بگذرد. و فقط یک قسمت کار که اشتباه داشتی بود که شما فیته ها را پیش از اینکه ضربه بزنین کشش میکردین، بوتل پیش از ضربه خوردن مفتاد بیچاره. اول چی میگن؟ یک پای پیچلک میدادون. دوستای عزیز، قرار است بازی های جالبه داشته باشیم با جناب اسکرزاده، ولی پیش از اینکه بازی ها را انجام بدیم، طرف پولای بعدی بریم، پیش از اون یک کار دیگه میکنیم. چی میگه؟ بس فامیدی که هست، وقتی کوتاه هست، ما دوباره برمیگرم. عزیزان بیننده، بس هنی هست که هست. ما تا ایدم برنامه را بسیار با لبخند پیش میبریم و امید که شما هم تا ایدم بیننده هیت لحظه به لحظه بوده باشین. با دو مهمان بسیار خوبه، با دو مهمان که پر از استعداد هستن، هیچ دیگه حرف نداره استعدادشون. تشکر میکنم از حامیان مالی هید لحظه به لحظه. جوس پارادایس تازگی قلب و قوت زندگی است، با نوشیدن پارادایس لذت را احساس کنید. شما هم پارادایستون را باز بکنین، نوش جان بکنین و سرحال شین. بخیر که باز بریم طرف پول ها و بازی های بعدی. ممنون، بفرمایید. ما هم پارادایس خود را تقدیم میکنم به عزیزای ما که کف میزنن و تشویق میکنن، به خاطر که شاید زده شده باشن، خسته شده باشن. کدامتان؟ کی میخواید؟ بگی عزیزم، خودت دیگه بفرما. خیر است نیم بکنین، مشکل نیست. اشتیا یک فکایی آمده، بفرم. نوبت خودت است. بله، میگن در رادیو یک برنامه لایف بوده، تمام گپ میزنن، خود زنگ میزنن، گپ میزنن درباره مشکلات مردم. کدام دیوانه زنگ میزنه به می رادیو، میگه بخش زنده است کلگی، صدای ما را میشنوه. میگه آ میشنوه، اول خودم مطمئن شدم. میگه کل مردم میشنوه. اون نفر حسابش خراب شده، گفته آ بیا درا. باز دفعه سوم گفته نانوایام میشنوه، گفته آ نانوایام میشنوه. نانوایام آ، گفتم مصدقه بگو که خانه نان نبره، مادرش وقت گرفته. اون پیام خود از در اصل به مصدق میرسنده، از طریق پیام رادیویی دیگه البته. اما قصه دیوانی لبه بام چطور بود اسکرزاده صاحب؟ اون همونطور یکی اون دیوانه بوده دیگه. دیوانه گفت به یاد از دیوانه انداخت. یک کسی بود بر در اداره فیلم های داستانی و مستند تلویزیون ملی بهرام بریال نام داشت که احترام برش برسه. یک دایرکتر بسیار خوب بود که فیلم میرک و مامو دایرکت کرده بود. او آدم در سال 1383 یا 84
یک فیلم دیگر نوشته کرد، کس دیگر البته نوشته کرده بود، خو او آدم دایرکترش بود، به نام دیوانه لب بام. نقش مرکزیش که پالید به نام ضمیر کابولی، یک کس بود در دفتر ما کار میکرد یک زمان، او آدم نقش مرکزی داشت. او یک کسی بود که بسیار یک آدم مفشن، نکتایگکش زدگی، بروتکش نمقه گگماندگی ریش بروت خود کل میکرد، مویای خود بسیار استایل مقبول میزد، استایل اطلاره داشت و یک دریشی بسیار مفشن، همیشه دریشی هم آبی میپوشید، چپای خانم همه قمقه باید میبود، بسیار خطرناک دیگه، پاچای کلان کلان میداشت. ی آدم صاحب همه تو در کوچه ها میدوید، مردم از پوش میدوید که ما هم نقشای فرعی را در دنبال از امون نقشای دو و سه را داشتیم، اون نقش یک کرکتر مرکزی بود، از پوشتش میدویدیم. بعدش را پرسان کردیم در یک جای کبرا در چرا میدوی؟ گفت پرسان نکن که من یک دفعه در سر بام برایم، دیگه ایج آرزو و عوض ندارم. خوب برادر برای سر بام برای. ای که صاحب میدوه که یک منزل، که دو منزل، سه منزل، چهار منزل، در یک منزل بیستم یا بیست و پنجم که میرسته دروازه را قایم میکنه، هرچی که دروازه را زدیم واز نکرد، بالاخره زیر آمدیم، پرسان کردیم دیگه یه دیگه دمون نوک بام آمده که خدا پرت ها گفت میفهمین کلکشک میکنه دیگه، گفت میفهمین که نام ما چیست؟ او بدر نام ترچی که هست بیا پایان شد، گفت مره دیوانه لب بام میگن، گفته میفهمیم که دیوانه لب بام میگن، بیا پایان پر نه، گفت کلتان ما میفهمم که صلاحیت دار هستین، خب بگو چی کنیم او برادر، بگو چی این او بدر مره مدیر میسازین، او بدر بیا تا شد تو مدیر ماستی، نه ده یک مدیریت مطان مینه خدا میپر نپرتی، او بدر خیلی مره رئیس میسازین، او بدر رئیس میشی، بیا تا شد با خدا رئیس میسازیمید، با بلا رئیس میسازیمید، بیاد پایان شد، نه گفت تو نمیشه با گپ، گفت شما نمیکنین، من خودم اینا به خودم نه نپرتی، او بدر نپرتی، با 30 40 نفر در زیر چیخ میزنه که نپرت، باز او بدر نه والا، گفت حال وقتی از همیست که کل مردم زمین گرفته، گفت که مرا چیز میسازین، چاروال میسازین یا نمیسازین؟ آه چرا چاروال نمیسازیم، چاروال میسازیم، او بدر تو بیا چاروال ماستی، بیا پایان شو چاروال شدی، بیا تبریک باشه پایان شو، نه گفت شاروالی چیست؟ ایتر چه اوکی ای خورد ریزاره من کار نمیکنم، مرا موین میسازی، نه نه بده بیا بلیاز خدا موین شدی، مقرر هستی، بیا این کل مردم تصویب کرد با اتفاق آرا، بدر بیا موین هستی، کل چیخ من نه موین هستی، کجا رسیدی بچه؟ بالاخره میگه که ما وزیر میشم، بالاخره اگه مگه من رئیس جمهور میسازیم پایان، خیلی من رئیس جمهور شدم، آه بده رئیس جمهور شد، بیا پایان شو، وزیر با یک مشکل دروازه رو باز کسه، بسیار چک چک کردیم، یک گل سری سنداتیم، بیا بده خیلی گفت من رو ببرن نگدم چوکی بشه. امی بچه های جوان ما وقتی که بسن جوانی و بلوغیت میرسیدن باز هر چیز میشه کستاندن، بیسی بزن، کاسریسی بزن، مشقابیسی بزن، بازوا هدفشم چیز دیگه بود، این بیچاره دلاب همون به یک هدف دیگه رفته بود، بازوا با هدف دیگه هم میشه کستاندن، هدفش گرفتی؟ بله فامیده ما خنده نکو دیگه شرمت نمیه، البته ما تو نمیکنم، خب فعلا تو نمیش کنانی؟ نه درست است، نمیش کنم، ولی ما میخواییم که برشان پول بتیم، پس میریم بخیر به طرف نردبان و درخت پول ما که پول بعدی را برشان معرفی بکنم. 7000 افغانی. پدر و پسر بسیار خوب روان هستند و اگر همین قسم ادامه بدن با شانس هایی که دارن تا فعلا میشه که تا مراحل بعدی و گیم های بالاتر هم برسن، من مطمئن هستم و سرشون حساب میکنم. اینکه برای 7000 افغانی قرار است کدام بازی پیشنهاد شوه و ایران نمایه کوچک نشان میده. رقص روی آب. در این بازی اشتراک کننده باید یک توپ پینگ پونگ را از یک گیلاس آب به گیلاس آب دیگر با پف بیندازد. این کار باید 3 بار از فاصله های 3، 6 و 9 اینچی تکرار شود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. جان زمان خودت آغاز شد و سیدان توپ نشد، ادامه بتی؟ آفرین پفو، محکمتر، آفرین پفو، ورزشی میخوایم مرتضا، بله اولین توپ، دومی یک کم محکمتر، انرژی بخرج بتی مرتضا، محکم بی هم دومی و نوبت میرسه بس سیومی، ببینیم که چی میکنه، کوشش که توپ پف کنی نی آبه، بله و سیومی در ظرف 26 ثانیه تونست که لحظه آخر بسیار به راحتی انجام بده.
ورزشکار هستی؟ بله. کدام رشته؟ بوکس. رشته بوکس. امی کسایی که بوکس کار میکنن فیزیکشان خوب میباشد اگر باشه. چقدر میدوانیتان روزانه؟ بله یک شما پیش استاد از پشت تو. یک ساعت میده. شاگردان پیش میدوه یا استاد؟ اول استاد پیش میشه باز کل شاگردان. بیچاره اول خودش باید قدر انرژی مصرف کنه که شاگرداش بتونه مصرف کنه. بله بله. باز مسابقه چیز نه خیر تو حال یا تصمیم داری؟ تصمیم دارم ان شاء الله اگه خواست خدا باشه. جالب ترین حرکت در رشته بوکس کدام حرکت است؟ جالب ترین حرکت همین باز مثلا هم حرکتی که چی میکنی بر ما یک دفعه یک نمایش هم بتیم و ببینیم چی است ما خود نمیفهمیم. نه او خود نمایش نمیشه مثلا مو حرکت هر رقم که بخورم نکاوت خیلی جالب است. خب هر رقم که بخورم بله چی اپرکت بخوره چی اوپن بخوره اپرکت نشر دیگه این رشته است. نه اپرکت اپرکت کدام است؟ بر بچه ما اپرکت بیا 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 اگر نه مرا نزن مرا نزن فقط حرکت برو آکن است؟ ای آکن است؟ نه گراد ای گراد است؟ آکن ای آکن است؟ اپرکت ای اپرکت است؟ بسیار عالی آفرین ای شوخک بازم ای حریف که نکاوت میکنی باز کاونت میگیرن یا که افتاد افتاد رفت نه نکاوت که شد نکاوت یک جریان است که مثلا هر جایی که ثابت بکنه برای یک دو لحظه یا سه لحظه بخوش میپره مثلا که ما شاید بودیم واید نجن یک باخت که داشت بله دو که خورد یک ثانیه وره افتاد بله بعد از اونمون داور اعلان کرد که نکاوته یعنی دیگه توانش نداره که برای یک دو ثانیه حتی شور بخوره بله یک بیچاره بود دمت یک بازی دوستای عزیز سر خورد دیگه این بیچاره یک دونه نکاوتی خورد این که خورد از زمین افتاد یک دو سه خلاصه تا ده خوانتی که از جای خود نخیست گفتن بخید اگه بدر خلاص شد شما برو بدر تا صده که نخونی ولی اگه از جایم بلند شد بعد رقم زده بود خب دوستا ما او رقم ضربه نداریم قدر زورم نداریم ولی پول داریم بعد از وقفه با ما باشیم بیننده های عزیز دوباره برگشته و شما بیننده ای هیت لحظه بلحظه هستین امید که شکمک هایتون سیر باشه و همچنان لبخند بر لبانتون داشته باشین و هیت لحظه بلحظه را هم ببینین تشکر میکنم از حامیان مالی هیت لحظه بلحظه انرژی هیت سرشار از ویتامین جنسنگ و کافئین انرژی هیت برای چهار فصل سال انرژی هیت برای همه سنین موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید هیت بنوشید و شکست دهید چطور است تا حال بازی ها چطور پیش میره الحمدلله خوب است الحمدلله خوب است سلام میگه نه فضل و مرحمت خدا اینطور است که آدم باید همیشه مدیون باشه بله مدیون به ایمانا که مدیون چی باشه؟ مدیون همه کارهای زندگی خود بله مدیون هم اگر... باشه اگر... انرژی هم بنوشه که سرحال شود ممنون بفرمایم. شما سلامت لطف و مرحمت کردین تشکر اما به دل میگه که دو تا شاگرد داشت خب حضرت بیدل حضرت بیدل دو تا شاگرد داشت یکی معنی نام داشت یکی مضمون باز خود ازی گفته بود که بیدل که تختگاه فصاحت مقام هست معنی کنیز او شده مضمون غلام او بله همیشه ما باید کنیز و غلام باشیم در هر کار بدونش در هر کار دنیا اگر آدم خود مدیون و سپاسگزار قرار بده فکر کنم که از این مقام بالا دیگه نیست بله. در هر کار زندگی در هر رشته زندگی در هر کاری که قدم میمانیم باید شکرگزاری خدا را کنیم گویم شکر الحمدلله که اینمی تا امروز تا می لذره اینا شما بر ما یک دانه هد دادیم الحمدلله شکر خدا را قربانتان شما بزرگوار هستین از شما بسیار به مراتب بیشتر است سپاسگزار ارزش معنوی داشتن این چنین بزرگا واقعاً که نمی‌فهمم چه رقم شکرش به جای بیاریم کدام خبر خوشم میگن که دی روزا در راه است اگر خواست خدا باشه در زمانش یک خبر خوش برای دوستای و عزیزای هنرمند ما که سینماگر هستن بتوم که اتحادیه سینماگران افغانستان قبلا مدت 20 و چند سال اگر به یاد داشته باشین اینجا کار میکردن البته در چوکات ریاست افغان فیلم و وزارت اطلاعات فرهنگ بازم با کمک امو دوستای نازنین ما که در امو کلکتیف در رهبری امو کلکتیف اتحادیه سینماگران افغانستان بودن دوباره احیای مجدد شده و دوستا و عزیزای نازنین ما عزیز بابات اگر سینماگران ما خواست عزیز را داشته باشند که در
اتحادیه سینماگرا ثبت نام کنن، در دفتر اتحادیه برن، عقل عضویت و عقل شمول خود بپردازن و کارت اتحادیه رخص. بله، به افتخار تمام سینماگرای عزیز ما که همیشه خدمت کردن. یک کف محکم برشان. دوستای عزیز، ما هم میریم بخیر به طرف نمایی ما، به طرف نردبان پول ما که پول بدیره بخیر معرفی بکنه. 10,000 افغانی پیش رفته میرین و انرژی هم میگیرین از هیت. هرگاه انرژی از هیت بگیرین میشه که بازی ها را راحت انجام بدین و تازه میباشین بدون شک. ای که برش 10,000 افغانی قرار است کدام بازی پیشنهاد شوه از طرف اتاق فرمان، ایره در نمایی کوچک ما میبینیم. چپ ملاق، در این بازی اشتراک کننده باید به یک گیلاس ضربه بزند و آن را بر دهانه یک بوتل قرار دهد. اگر ضربه آهسته زده شود، این گیلاس به بوتل نمیرسد و اگر محکم زده شود، از آن طرف این بوتل عبور خواهد کرد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. تا 3, 2, 1. مرتضی جان، زمان شما آغاز می شود. بازی چپ ملاق است با انگشت نی، با دست محکم تر، اینقدر هم محکم نی. یک ضربه فنی زد گلاسه که دیدیم 5-6 ملاق خورد و باید که جایگاهش پیدا بکنه که زیاد محکم هم نباشه و زیاد آهسته هم نباشه. پدرش کمکش میکنه، دوستا تشویقش نمیکنه. ادامه بده، زمان داری، شانس هم داری. بله، اینم قدر انرژی میخواد، ولی باید که خوب ملاق بکش و میشکل مقبول. زود شو، زود شو، زمان از دست نده، زمان ارزشمند است، زمان ارزشمند است. پدرت هم کمکت میکنه. ادامه بده. نزدیک بود، خیلی نزدیک، 20 ثانیه زمان و مرتضی که جایش کم کم پیدا میکنه. شدنی است، 15 ثانیه زمان و کمک پدر. بله، 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 و متاسفانه یک فضل. مرحله پنجم تکمیل. مرتضی، این بازی بازی است که اگر انجام شود شاید که در یک ثانیه هم اجرا میشه و خودت نباید ثانیه ها را از دست بدی. ثانیه ها بسیار ارزشمند است. مثلا اینو تو کنداختیش بازنده باز از طرف مفته. اگر در بالای بوتل آمد که خوب استاد میشه، اگر نه آمد دیگه خودش میره طرف. کوشش میکنیم شد شد نشد. بله، ولی تشویش نکنین. شما دو جان زدین دارین، دیدی که من چقدر خوب انداختمش. دوستای عزیز، میریم یک بار دیگه براشون شمارش معکوس میگیریم و ببینیم که در 60 ثانیه بعدی اینا چیکار. مرتضی جان، زمان خودت آغاز میشه. 60 ثانیه و بار اول برات تجربه شد دیگه. باید این بار بازی را انجام بده. بسیار نزدیک بود، بسیار نزدیک بود. جایش پیدا کرده، جایش پیدا کردی و فقط کافی است که یک ضربه که مقبول به این گلاس وارد بکنی. متاسفانه که پشت گلاس و لب بوتل میخوره و ببینیم که این بار خیلی نزدیک است. ادامه بده مرتضی، ادامه بده. تو انرژی این کار داری، تواناییش داری، پدرت هم کمکت میکنه. 30 ثانیه زمان هم داری. آفرین، آفرین، آفرین مرتضی، مرتضی تشویق، مرتضی، 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 مرتضی. ادامه بده، بوکسر جوان، جوان با انرژی، جوان ورزشکار است و جوانی که گلاس ها را میزنه 3 متر دور مندازیش. باید که اینجا بندازیش. 8, 7, 6, 5 ادامه بده. 4, 3, 2, 1 و تمام. مرحله پنجم. در 60 ثانیه حداقل باید که 60 بار این گلاس را بندازی، به خاطر که خودت فیزیک بسیار بلند داری، هر روز دوش میکنی و ورزشکار هم هستی. بله. آخرین شانستان باقی مانده، کی میخواد که آخرین شانس بازی بکنم؟ آجی صاحب یک رقم سعی داری دارم. چرا؟ این بازی است که قبلا انجام شده و دوستای ما انجامش داده. کار یک کم شانس میخواد، ولی تلاش شما هم لازمی است. اگر تلاش بکنین، یک تیم آمده بودن اینجا و با انجام دادن بازی چپ ملاق تونستن که 50,000 افغانی را از آن خود بکنن. بازی های ما هیچ کدامش ناممکن نیست، ولی شما باید انرژی بخرج بدین، انرژی مصرف بکنین و یک کم هم شانس میخواید. یک کم خیر باشه. بله،
دوستای عزیز میریم دوباره براشون 60 ثانیه زمان میتیم و به طرف شمارش معکوس میریم ببینیم که با آخرین شانسشون چی کار میکنن. بازی آغاز میشود. تا 3 2 1 حاجی صاحب زمان شما آغاز میشه و این بار بچه‌تون کمکتون میتونم من هم کمک میکنم. بفرمایید زودتر مرتضی کمکش کن. مرتضی سرعت بگی یکم محکمتر آجی صاحب، یکم پیشتر پرتش، زیاد محکم نه که او طرف میره. ادامه بده. آها خوب جایش پیدا کرده. بله نزدیک بود و این بازی است که قابل اجرا است. 34 ثانیه زمان داری با خیال راحت پیش برو. تمرکز بکن. آها خیلی محکم بود. 24 ثانیه. آفرین. با خونسردی تمام پیش میره حاجی صاحب. بسیار خوب پیش میری و 13 ثانیه زمان هم داری. کافی است که یک ضربه بسیار دقیق به این گلاس بخوره. 7 6 5 4 3 2 1 و متاسفانه مرحله پنجم تکمیل نشد. به هر حال بازی قدر خطرناک نبود ولی شک کرده دیگه امروز چطور کنیم. این بعض وقتا کارهای بسیار آسان هیچ انجام نمیشه. متوجه شدین بعض وقتا قسمت کار آدم میکنه. بله قسمت کار آدم میکنه. به هر حال تبریک میگم به اید و عزیز ما مبلغ 7000 افغانی را و از همکارای عزیزم خواهش میکنم که چک 7000 افغانی را بر ما بیارن که بخیر امضا بکنیم و پول تسلیمشان بکنیم. تشکر بسیار زیاد از شما. زنده و سلامت باشین. قولتان بده محکرم بده. تشکر. خیر باشین. خب وقت پول است. مصرف چند روزت از 7000؟ 3-4 مرتضی مصرف 3-4 روزت است. خب بسیار پر مصرف هستی. از مام کده پر مصرف هستی تو. حاجی صاحب جمشید و مرتضی جان تبریک میگم به شما 7000 افغانی را. انشالله که با 7000 گفتین چی کار میکنین؟ تمام شک مرتضی مصرف نمیکنه یا میکنه؟ تصمیم ندارین تا حالا دربارش؟ خب خیر باز مرا مهمونی بکنین که تصمیم ندارین. این گزینه آخری تان است. سلامت سر. تبریک میگم به هر دویتان. بسیار زیاد خوش آمدین. بخیر باشین. خوش آمدین. شما از هم اگر میخواین که به هیت لحظه به لحظه بینو پول بعد از برین به 456 تماس گرفته کلید 1626 فشار بتین تا یک شما را به برنامه دعوت بکنیم و یا هم از طریق راحت از طریق واتساپ موبایل اکایتان را بردارین. ما مطمئن هستم اینترنت هم دارین واتساپ هم دارین. یک دونه یک پیام بارین که شما را دعوت بکنیم به اینجا. تا برنامه بعد که باز هم من مصطفی عزیزی با پول با بازی با لبخند با شوخی در خدمتتون قرار میگیرم. الله حافظ و نگهدار همه شما.